دوستان عزیزم سلام، امیدوارم که حالتون خوب باشه. توی این ویدیو میخوام بهتون آموزش تعویض روغن پژو 2008 رو که موتورش روی خیلی از ماشین‌ها هست بهتون آموزش بدم. اگر مایلید که هزینه‌های تعمیر و نگهداری خودروتون رو بیارید پایین‌تر، حتما توی این ویدیو من همراه باشید. مرسی که لایک و کامنت و سابسکرایب هم میکنید. دوستان عزیزم، جهت تعویض روغن پژو 2008 به چند تا ابزار نیاز دارید. بوکس 27 با دو تا کمک که بتونید راحت فیلتر روغن رو باز کنید، آلن شماره 8 برای پیچ کارتلتون، یه تی 25 برای فیلتر هوا، بوکس 10 برای پیچ زیر سینی، یه پیچ گوشتی دو سو هم واسه بستا و پیچ ریز. این از ابزارهایی که لازم دارید. خب دوستان، اولین کاری که میکنید که خب طبیعیه جک میزنید ماشینو. فقط دقت داشته باشید که سطح مقطعش روی اون قسمتی که تعبیه شده تو ماشین قرار بگیره که رکابتون دمیج نشه. فیلتر هوا رو بخواید باز کنید، محفظشو سه تا پیچ هست که با شماره T25 باز میشه و یه سوکت داره که باید قسمت سفیدشو با ناخون فشار بدیم پایین و در فیلتر هوا به راحتی باز میشه. اگر پمپ باد داشتید، داخل محفظه رو بعد از برداشتن فیلتر هوا باد بگیرید و تمیز کنید اون تو رو. همونطور که میبینید فیلتر هوا هم بسیار کثیفه، با اینکه اورجینال هست اما باید تعویض بشه. موقعی که میخواید در رو جا بزنید مجدد، دقت کنید که سه تا خار هم توی اون سه تا محلی که دوباره تعویض کردن جا بره که عملیات فیلتر کردن هوا به درستی صورت بگیره. برای تعویض فیلتر روغن سری چیز زیادی رو باید باز کنید تو 2008. یه سری سنسور هست که تو ویدیو ملاحظه میکنید، لوله هواکش رو هم باید باز کنید به علاوه سنسوری که روش نصف هستش، و پیش گوشی دوست هم که خدمتتون توضیح دادم به درد همین جاها میخوره که شما دارید ملاحظه میکنید. یه بدی خیلی تو چشم بیاییه این فیلتر هوا روغن پژو 2008، واقعا جای سختی تعبیه شده. توی در واقع کندن این لوله ها خیلی دقت کنید، اصلا زور نزنید، اینا همشون خاری هستن، با یه فشار کوچیک و راحت از جای خودشون در میان. بعد از اینکه این اولین قطعه رو در آوردید، یه قطعه دیگه هم هستش که باید در بیارید تا بتونید فیلتر روغن رو باز کنید. یه دونه بوکس شماره 10 داره، بوکس رو باز میکنید تا بتونیم لوله رو به صورت کامل در بیاریم و کارمون رو انجام بدیم. یه داکت هم روی سینی جلو داره با یه دونه خار که پیش گوشتی میندازید زیرش در میاد و داکت رو در میارید. اگه اینو در نیارید نمیتونیم این لوله زیرش رو که الان ملاحظه میکنید در بیاریم. و بعد از در آوردن همه اینا که همونطور گفتم خیلی با احتیاط باید این کار رو انجام بدید، بالاخره فیلتر روغن پدیدار میشه. فیلتر روغن عجیب. در موتور رو باز کنید تا عملیات تخلیه روغن راحت تر سریع تر انجام بشه. یه سینی زیر ماشینه که سه تا پیچ 10 مهره 10 در واقع داره، باید سه تاشو باز کنید که من الان توی این ویدیو بهتون نشون دادم کاملا این پیچ ها کجا هستن. فقط دقت کنید که اشتباهی پیچهایی که نیاز نیست رو باز نکنید، تو ویدیو کاملا مشخصه. لطفاً اگر از ویدیو خوشتون اومد لایک کنید که بقیه هم این ویدیو رو ببینن، سابسکرایب هم بکنید، ممنونتون میشم. حمایت میکنید بنده رو و انرژی میدید که از اینو ویدیوها ضبط بکنم. خب این یه دونه پیچه بچه ها، این دومین پیچه، ببینید این هم جای خارش هست، این هم سومین پیچ. اینها رو که باز بکنید این سینی در میاد به همین راحتی و شما بالاخره کارتل ماشین رو میبینید و اینم پیچ کارتل. پیچ کارتل هم که بهتون توضیح دادم آلن شماره 8
باید داشته باشید ابزارشو. موقعی که باز میکنید اگر خیلی سفت بود مواظب باشید با لوله با کمک اهرم فشار کمتری به خودتون بیارید. ماشین رو بعد از اینکه پیچ کارتل رو باز کردین حتما جکو بیارید پایین که به اصطلاح لول بشه و روغنا به یک طرف کارتل نرفته باشه. ماشین باید صاف باشه تا تمام روغن کثیف تخلیه شه. حتما دو تا کمک لازم دارید که بوکس 27 تون که به فیلتر روغن میخواد وصل بشه راحت در واقع دسترسی داشته باشین که فیلتر روغن باز بشه. مواظب اون شلنگای آب پایین هم باشید که بهشون زیادی فشار نیاد. سعی کنید ماشین موقعی که گرمه این کار انجام بدید چون این پلاستیک ملاستیک ها همه انعطافشون بیشتر هستش. با این کار هزینه ها میاد پایین تر، هزینه نگهداری ماشینتون وقتی که خودتون کاری ماشینتون رو میکنید و خب طبیعتا توی این وضعیت به نفع همه است. این هم فیلتر روغن کثیف قبلی که من همیشه از فیلتر روغن اصلی استفاده میکنم. یه اورینگی هست توی جعبه فیلتر روغن، اونو که خواستید جا بزنید حتما چربش کنید به دلیل اینکه استهلاک کمتری داشته باشه و همچنین موقع صفر شدن پاره نشه و راحت تر جا بخوره. فیلتر روغن هم که خواستین توی محفظش جا بزنید دقت کنید که وقتی که کامل درست جا بخوره از فیلتر روغن که بگیرید بلندش کنید در نمیره و حتما هم قبل از اینکه ببندینش همینقدر که میبینید من روغن ریختم روغن بریزید توی محفظش و ببندیدش. یه نکته که اینجا مهمه این هستش که حتما فیلتر روغن رو با دست صفر کنید اولشو که به اصطلاح رزوه به رزوه نشه یا رزوه تو رزوه نشه و به درستی بسته بشه و بعدش هم که با بوکس میتونید سفتش کنید. و اینا هم قطعاتی هستش که از روی ماشین باز میشه میخواین تعویض روغن کنید. این همون سینیه هست، 4 تا پیچ داره، من دفعه قبل اشتباه گفتم 3 تا چون یادم نبود، و این ایرداکتایی هستش که ملاحظه میکنید. این خیلی مثلا نگران نباشید. یه واشر هم داره پیچ کارتل که حتما اونو عوض کنید، واشر مسی هستش، اگه عوض نکنید احتمال نشتی و روغن‌ریزی داره. این پیچ کارتل هم اول حتما با دست صفر کنید که مجددا رزوه رزوه نشه، خیلی هم نمیخواد زور بزنید. دور فیلتر روغن هم بهتر که با اسپری تمیز کنید چون خواه یا نخواه روغن میریزه و کثیف میشه. بعدش هم که روغن رو به ماشین اضافه میکنید که مراحل آخر کار هستش و تقریبا 90% کار رو ما انجام دادیم. ماشین رو دیگه این دفعه کامل بیارید پایین، جکتون رو جمع کنید، فقط چک کنید که سینی رو کامل بسته باشید، در موتورم حتما ببندید و بقیه قطعات هم جا بزنید و سنسورهایی که روش هستش دقت کنید که همه چی رو مثل اول جا بزنید و سیما و سنسورها رو درست رد کنید که فشار به اینا نیاد، دفرمه میشه تا یه گذشت زمان و هم شکل قشنگی نداره هم شاید بشکنه در آینده. تا این پیچ های پلاستیک رو هم که سفت میکنید خیلی سفت نکنید چون سریع هرز میشه. همه بست ها رو با دستتون چک کنید که کامل سفت کرده باشید و از همه چی در واقع مطمئن باشید که کار سیف رو انجام داده باشید. امیدوارم که از این ویدیو خوشتون اومده باشه. اینم یه جایزه برای کسی که تا آخر ویدیو دیدن نحوه ریست کردن روغن پژو 2008 که سویچو این دکمه رو نگه می‌دارید، سویچ رو باز می‌کنید و بعد از گذشت 10 ثانیه سرویس ماشین ریست میشه. این کار رو حتما باید انجام بدید که میخواد بهتون یادآوری کنه وقفه ایجاد نشه. ماشین چند ثانیه که روشن بود میتونید لول گیج روغنتون رو بکشید و تا اینجا که من دارم با انگشتم اشاره می‌کنم باید روغن داشته باشه. مرسی که ویدیو رو تماشا کردید.
ممنونم ازتون که سابسکرایب میکنید و خدا نگهدار.